که یه بخشیش خیلی مرتبط به این چیزی که ما در این ترم جاری حالا که انتهای ترم هست یاد گرفتیم، به خصوص یکی دو تا از اینها به طور مستقیم با تمرین هایی که شما در ترم جاری داشتید در ارتباط هست. موضوع اول که ان شاء الله الان راجع بهش صحبت بکنم، موضوع دومی هم که میخوام راجع بهش صحبت بکنیم، در واقع فیلد دومی هم که میخوام راجع بهش صحبت بکنیم، یک کامپیوتیشنال مدل جدیدی هست بر مبنای همون در واقع برای پارالل پروسسینگ که من توی ارائه قبلی هم به طور کوتاه بهش اشاره کرده بودم. ان شاء الله این جلسه خیلی تکمیل‌تر راجع بهش صحبت می‌کنیم. تعدادی از مقاله هایی که توی این دو سه سال اخیر هم راجع به این موضوع منتشر شده و فیلد های آتی که شما میتونید به سمتش برید رو با هم دیگه بررسی میکنیم. موضوع اولی که میخوام راجع بهش صحبت بکنیم مقاله هست که اخیراً توی ژورنال تئوریتیکال کامپیوتر ساینس الزویر چاپ شده بود. این ژورنال یکی از ژورنال های حالا مطرحه توی زمینه علوم کامپیوتر نظری و سه تا ترک داره، یکیش مربوط به الگوریتمه، یکیش مربوط به بحث کامپلکسیتی و اتوماتا تئوری و لاجیک هست و یکی از ترک ها مربوط به نچرال کامپیوتینگ هست. موضوعی که امروز میخوام راجع بهش صحبت بکنیم مربوط به ترک الگوریتم این ژورنال هست و فرمال وریفیکیشن یکی از الگوریتم های در واقع پارالل پریفیکسان. و از اونجا این مبحث برای ما قابل توجهه که شما اخیراً توی تمرین اولتون، توی تمرینی که راجع به کدا داشتید، یکی از تمرین هاتون دقیقاً مسئله بود که در این مقاله بهش پرداخته شده. این مقاله مال همین سال 2022 هست، تقریباً فکر می‌کنم یک ماه یه ماه و نیم بعد از اینکه ما تمرین رو خدمت شما داده بودیم ما با این مقاله مواجه شدیم. و خب بحث کارکتنس بحث مهمی هست از این نظر که تمام الگوریتم پارالللی که ما باشون مواجه بودیم رو اثبات این که آیا این الگوریتم داره به درستی کار میکنه، حالا گاهن به صورت نظری صورت میگیره، ولی زمانی که این پیاده میشه مثلا توی پلتفرمی مثل کدا، اینجا نیاز هست که ما اثبات بکنیم که این الگوریتم اون عملیات مورد نظر ما با اون خروجی مورد نظر ما رو داره انجام میده و تولید میکنه. از بدید ما بریم سراغ بحث پریفیکسام. شما اگر خاطرتون باشه ما الگوریتمی که راجع به پریفیکسام توی پیرم توی کلاس معرفی شد بر این اساس بود که در واقع بر مبنای یک ریکرسیو دابلینگ بود و اتفاقی میافتاد این که هر کدوم از این پروسس ها در واقع اساین میشد به یکی از این خونه های حافظه و توی گام های متوالی که اینها به صورت سینکرونایز با هم دیگه انجام میشدن، اینها ابتدا توی خونه بعدی، بعد با دو تا خونه بعدی چهار تا و به صورت با زمان لگاریتمی عملیات پریفیکسام انجام میشد. تمرین سومتون، یعنی توی تمرین اول مسئله سومی که داشتید، ما راجع به همین پریفیکسام ولی یک نسخه بهبودیافته از این صحبت کرده بودیم که به جای اینکه در واقع از ریکرسیو دابلینگ استفاده بشه، شما می اومدید که بر مبنای شکلی که ما براتون گذاشته بودیم این الگوریتم دیگه رو استفاده می کردید. حالا من میخوام بهتون بگم که این الگوریتم که شما در واقع با زبان با پلتفرم کدا و زبان کدا سی پیاده کردید معروف است به الگوریتم بللاچ و توی اسلاید بعدی من خدمتتون در واقع میخوام پیاده سازی این الگوریتم رو با هم دیگه مرور بکنیم که من ان شاءالله برسم به بحث مقاله. توی الگوریتم بللاچ به این صورت بود که در فازهای متوالی اینها هر بار یه آفستی بود که این دو برابر میشد و این خونه‌ای که در واقع اینجا رنگ شده نشون میده که تو هر استپ در واقع چه خونه‌هایی باید مقادیرشون با هم دیگه جمع بشه. این در دو فاز متوالی صورت میگرفت، یه فاز آپوارد داشت یه فاز داونوارد داشت و چیزی که شما باید توی اون در واقع تمرین تشخیص میدادید اینه که همون الگوریتمی که ما برای در واقع محاسبه پریفیکسام روی صدای من فکر میکنم قطع شد. الان صدا هست بچه ها؟ تایید میشه به من بدید؟ من الان هست صدا چون بله اصفایی میکنم آی دکتر، من اینترنت هم یکم مشکل داره. چیزی که شما باید تشخیص میدادید اینه که توی همون الگوریتمی که ما برای آرای درخت در واقع برای درخت دو دایی داشتیم رو همون اومدیم رو برای در واقع محاسبه پریفیکسام روی یک آرایه پیاده کردیم.
و خب این تمرین رو شما با کدا پیاده سازی کردید. حالا چیزی که جوابی که مد نظر ما بود یا حالا جواب بهینه‌ای که شما میتونستید بنویسید این بود که در واقع تعداد ترت ها ترت های فعال توی هر لول نصف میشه و توی لول آخر در نهایت صرفاً ترد شماره صفر داره این رو بگیری میکنه. من وایت بوردم فعال بکنم در لول آخر صرفاً ترد شماره صفر که مقدار 3 و 7 رو با هم دیگه جمع میکرد و توی آخری ذخیره میکرد. این فاز آپواردش بود، همین دوباره برمیگشت و فاز داونوارد هم صورت میگرفت. چالشی که شما اینجا باهاش مواجه بودید این بود که در واقع تشخیص بدید که این چجوری مپ شد. همون الگوریتمی که روی درخت دودایی داشتیم اینجا در واقع از اونجایی که نودهای متمایز شما اینجا ندارید و تمام نودهاتون در واقع در حکم همون برگهای درخت هستن، اینجا یه چالش کوچیکی بود که باید باهاش مواجه میشد. حالا دوستان به روش‌های مختلف این رو پیاده کردم. من اینجا کدش هم براتون گذاشتم که اشاره اسلاید روی سی دبلیو هم من فرصت بکنم حتما آپلود میکنم که روش بهینه پیاده سازی این الگوریتم به چه شیوه‌ای هست، که شما مشاهده میکنید که بحث سینکرونیزیشن این ترت ها و اینکه کجاها باید با هم دیگه سینک بشن بسیار حائز اهمیت هست. خب مقاله که من اینجا براتون خدمت شما آوردم تقریبا میگم یک ماه یه ماه و نیم بعد از این تمرین شما اومد. دقیقا همین الگوریتم بللاچ رو با زبان کدا اینها پیاده کردن و نوولتی اینها کانتریبیوشن اینها این هست که میان در واقع وریفای میکنن که این الگوریتم داره درست کار میکنه به روش فرمال. حالا توی ارائه‌ای که در ادامه آقای خوشچین هم خواهند داشت جنبه های دیگه ای از بحث فرمال وریفیکیشن رو مطرح میکنیم. چیزی که اینجا الان توی این الگوریتم خیلی برای ما حائز اهمیت هست اینه که با توجه به پیچیدگی هایی که شما خودتون باش مواجه شدید زمانی که در واقع میخواهید با استفاده از کدا این الگوریتم رو پیاده بکنید، از نظر مموری اکسس، اینکه در واقع خونهای شرد مموری که اینها داشتن رو چطور دیتا رو تقسیم بکنید بینشون و بحث دیتا ریسینگ پیش نیاد، اینجا اینا اومدن این الگوریتم رو وریفای کردن. در واقع کدهایی که شما به عنوان پاسخ تمرین تحویل دادید رو اینها دقیقاً بررسی میکنن که این کدها داره به درستی الگوریتم پریفیکسام بللاچ رو پیاده میکنه. اما این از چه نظر حائز اهمیت هست و به نوعی روش متفاوتی از روش معمول وریفیکیشن هست اینه که بحث دیتا ریسینگ رو اینجا داره بررسی میکنه که هرگز اتفاق نیفته. دیتا ریس حالتی هست که دو تا یا تعداد بیشتری ترد روی یک خونه حافظه در واقع به یک خونه حافظه اکسس میگیرن به صورت کانکارنت، یعنی که هیچ اوردری بین اینها برقرار نیست، هر کدوم میتونه با ترتیب خودش اتفاق بیفته. اگه خاطرتون باشه ما سینکرونیزیشن رو در انتهای محاسباتمون انجام میدادیم، یعنی زمانی که اینها دارن اکسس میگیرن به خونه های حافظه در واقع این کاملا به صورت کانکارنت هست، یعنی هر کدوم میتونن با هر اوردری اینها با هم دیگه به اون خونه حافظه اکسس بگیرن و اگه یکی از اینها عملیات رایت داشته باشه این باعث میشه که دیتایی که در واقع در انتهای این عملیات تولید میشه قابل پیش بینی نباشه. و دقیقا مسئله که توی این مقاله بهش پرداخته شده اینه که این پیچیدگی هایی که ما داریم سر پیاده سازی کدا که حالا در واقع چالش های تمرین شما بود اینها رو ما چطور برطرف کنیم. یه چارچوبی ارائه میدن که شما بتونید در واقع به طور بهینه اینها رو پیاده بکنید و یه ابزاری نوشتن که زمانی که در واقع نرم افزار کداتون الگوریتم کداتون رو پیاده کردید خودش رو میتونید بدید به این نرم افزار و برای شما چک میکنه که آیا تمام اون خواستهای شما برآورده شده یا نه، به طور خاص آیا دیتا ریسینگ اتفاق میفته یا نه. این هم ابزاری هست که من در انتها معرفی میکنم که شما میتونید از این به بعد زمانی که دارید برنامه هایی رو به زبان کدا مینویسید بتونید از این استفاده بکنید تا از صحت برنامه هاتون اطمینان حاصل کنید. اما معمولا روشی که استفاده میشه برای مدل چکینگ، حالا این فیلی است که ما خودمون فرمان تز کارشناسی ارشد داریم روش کار میکنیم، الگوریتمایی که معمولا استفاده میشه مبناش مدل چکینگ هست، یعنی میان کل سیستم رو اینا به صورت یک استیت اسپیس در میارن و تمام این گراف رو پیمایش میکنن تا مطمئن بشن که اون پراپرتی خاص داره پریزرو میشه. روشی که اینها در واقع توی این مقاله استفاده کردن و نوولتی که داشتن و باعث شد که مقاله بتونه توی تی سی اس چاپ بشه این هست که برخلاف روش های معمول که حالا میتونه استیت اسپیس خیلی بزرگ بشه و کار رو به مشکل مواجه بکنه، اینا میان مموری اکسس ها رو در واقع بررسی میکنن و پرمیشن هایی که هر کدوم از این ترت ها دارن برای دسترسی به حافظه. یعنی در هر کدوم از گام های این الگوریتم بللاچ هر ترت میبینید که به یک سری از خونه های مشخصی از حافظه
اکسس میگیره، دسترسی میگیره و با بررسی این پیر پرمیشن ها اینا چک میکنن که آیا دوتا ترد به طور همزمان به یک خونه از حافظه دسترسی میگیرن یا نه. همونطور که مشاهده میکنید دوتا گام در فاز آپوارد و داونوارد سمت چپ و راست اینجا به نمایش در اومده. خونه های قرمز رنگ به معنی دسترسی های اولیه هست که توی الگوریتم اگه خاطرتون باشه ترد شماره 0 به دوتای اول، ترد 1 به دوتای بعدی و همینطور دوتا دوتا اینها اکسس داشتن. هر جا که رنگ آبی اومده این به معنی تغییر پرمیشن هست، یعنی مثلا شما اینجا مشاهده میکنید که از ترد 1 اینجا این خونه پرمیشنش به ترد 0 تغییر پیدا میکنه و از اینجا به بعد، یعنی در واقع از این استپ به بعد صرفا ترد 0 میتونه به این خونه اکسس بگیره. شما خودتون میدونید که توی بحث کدا این اکسس گرفتن به مموری خیلی حائز اهمیته و تا به اینجای کار شما باید خودتون چک میکردید که اینها با هم دیگه همپوشانی نداشته باشن. رنگ سبز هم هر جا استفاده شده به معنی این هست که اون خونه از حافظه در واقع پرمیشنش رو از دست میده و یک ترد دیفالت داریم که پرمیشنش اختصاص پیدا میکنه به اون ترد. اگه خاطرتون باشه تو الگوریتم بل لاچ هم دقیقاً همینطوری بود که یک سری از تردها دی اکتیو میشدن و خونه های اون مربوط به اون تردها اختصاص پیدا میکرد به یک ترد دیفالت که اینجا ترد 0 است. در انتهای در واقع گام فاز آپوارد شما مشاهده میکنید که در واقع تمام این خونه ها در اختیار ترد 0 قرار گرفته و هیچ همپوشانی هم بین رنگ ها اینجا اتفاق نیفتاده. همینطور در فاز داونوارد این اتفاق میفته و با استفاده از این دو روش و حالا مکانیزمایی که اینها توی در واقع ابزارشون پیاده کردن که شما میتونید توی مقاله بیشتر راجبش مطالعه بکنید، میبینید که بحث دیتا ریسینگ رو اینها وریفای میکنن که در واقع سیستم ما دیتا ریس فری هست اصطلاحا. من مقاله رو ان شاءالله هم توی CW هم توی گروه تلگرامی درس براتون قرار میدم که اگر خواستید مشاهده بفرمایید. علاوه بر این در این مقاله یک الگوریتم دیگه رو برای محاسبه پریفیکس ها معروف به الگوریتم کاگستون اینها معرفی میکنن و این رو هم دوباره وریفای میکنن و خب این الگوریتم هم الگوریتم جالبیه که ما میخواستیم توی حالا تمرین اول بهتون بدیم، ولی به خاطر اینکه همین الگوریتم بل لاچ به اندازه کافی پیچیدگی داشت ما ازش صرف نظر کردیم. این رو هم میتونید مطالعه بفرمایید و در گام انتهایی اینها این دو رو با هم دیگه در واقع استفاده میکنم برای اینکه به یک الگوریتم جدیدی برسم برای استریم کامپکشن که یک مجموعه از دیتا رو بخوان اینا کامپکت بکنه و در انتها این رو هم وریفای میکنن که مقاله رو براتون قرار میدم اگر متمایل بودید و اگر دوست داشتید میتونید بیشتر راجع بهش مطالعه بفرمایید. خب این بحث کوتاهی که ما داشتیم اینجا راجع به الگوریتم بل لاچ و خب خیلی ملموس بود برای شما از اونجایی که به تازگی تمرینش رو تحویل داده بودید، اما در بخش دوم ارائه ما میخوام راجع به یک مدل دیگه برای پارالل الگوریتما صحبت بکنیم که توی سالهای اخیر هم خیلی بهش توجه شده. من توی ارائه مپفیدیوس هم روز یک شنبه به طور کوتاه به این اشاره کرده بودم، حالا فرصتی شد که ما بخوایم بیشتر راجع به این صحبت بکنیم و یک جنبه‌های در واقع پژوهشی این رو با هم دیگه مرور بکنیم. در انتها من تعدادی از مقالاتی که در سالهای اخیر از 2018 به بعد منتشر شده رو خدمت شما معرفی میکنم و میبینید که الان داره از این مدل در واقع استفاده میشه توی فیلد هایی که قبلا ناشناخته بود و قبلا فکرش نمیشد، مثل بحث کوانتوم کامپیوتیشن که در انتها من انشالله به اینها اشاره خواهم کرد. اما خب ما اصلا باید ببینیم که چرا مدل BSP مطرح میشه، باکس سینکرونس پارالل. شما میدونید که توی کتاب دکتر پرهامی و در واقع کتاب لیتون، حالا ساید یک کتاب لیتون بیشتر به در واقع فیکس استراکچر ها میپردازه، ولی قرار بود که این کتاب دو تا ادیشن داشته باشه که توی ادیشن دوم قرار بود که به بحث پیرم هم پرداخته بشه. میبینید که در واقع مدل پیرم مدل شناخته شده ای هست، در واقع اکستند شده همون مدل رندوم اکسس مموری هست که خب توی بحث الگوریتمای سیکوئنشیال خیلی شناخته شده و مطرحه. منتهی مراتب در واقع این اکستنشن پارالل رم همچنان با وجود اینکه نزدیک چند دهه 4-5 دهه از معرفیش میگذره همچنان بر سرش اختلاف نظر هست که در ادامه اشاره میکنم چرا. و الان که شما با در واقع این مدل پیرم آشنا شدید و الگوریتم ها این رو فرا گرفتید میتونید حرکت بکنید به سمت مدل هایی که خیلی دقیق تر و دید بهتری به شما به دست میدن با استفاده از در واقع مفاهیمی که معرفی میکنن و خیلی نزدیکتر هم به اون چیزی که ما امروز به عنوان پارالل کامپیوتیشن و دیستریبیوتد کامپیوتیشن باش مواجه هستیم. اون چیزی که باعث میشه که پیرم هنوز به عنوان یه مدل در واقع مدلی شناخته نشه که همه روش اتفاق نظر و اجماع داشته باشن اینه که مفاهیم مهمی رو اینجا نادیده میگیره، از جمله اینکه
ارتباط پروسسورها با مموری توی مدل پیرام کاملا نادیده گرفته میشه و فرض میشه که تمام این پروسسورها، تمام این تردها به صورت یونیفاید در واقع به مموری اکسس میگیرن، به هر خونه از حافظه با یک زمان ثابت و مشخصی میتونن اکسس بگیرن، در حالی که ما میدونیم که زمانی که توی در واقع بحث دنیای سکوئنشیال هستیم این مشکل زا نیست، ولی زمانی که به دنیای پارالل و دیستریبیوتد وارد میشیم، از اونجایی که فاصله فیزیکی بین این پروسسورها ممکنه خیلی زیاد باشه، حافظه ها به صورت در واقع توضیح شده اینجا استفاده بشه، میدونیم که یونیفاید مموری اکسس دیگه پاسخگو نیست و تخمینی که از در واقع کامپلکسیتی و زمان مورد نیاز برای این الگوریتم ها به دست میاد شاید خیلی چیز دقیقی نباشه. به همین جهت ما مدل های دیگه رو معرفی میکنن افراد صاحب نظر در این حوزه در طی سالیان متمادی، که یکی از اینها همین بحث همین مدل BSP هست که در ادامه خدمت شما عرض میکنم. یه سری از نکاتی که من اینجا خدمت شما عرض کردم رو هم خدمت همینجا به زبان دیگه من اینجا نوشتم. یکی از مباحث مهمش همین بحث زمانه که توی پیرم تخمینی که به ما به دست میده در واقع خیلی درست نیست و ما میدونیم که هر چقدر در واقع فاصله فیزیکی بین این مموری ها زیاد باشه و تعداد پروسسورها و مموری لوکیشن ها افزایش پیدا بکنه، میدونیم که زمان مورد نیاز برای اینکه هر کدوم از این پروسسورها به مموری اکسس بگیرن هم افزایش پیدا میکنه. گاهن ما با سیستم های مواجه هستیم که چند صد یا چند هزار در واقع پردازنده دارن با همدیگه یک عملیات و یک الگوریتم رو اجرا میکنن و مسئله که هست اینه که تمام اینها رو ما زمانی که داریم الگوریتممون رو آنالیز میکنیم، الگوریتم پاراللمون رو داریم آنالیز میکنیم، باید مد نظر قرار بدیم. خب ما از معایب پیرم یه بخشش رو اشاره کردیم. مبحث مهم دیگه بحث سینکرونیزیشنه که دوباره توی پیرم به صورت گرانتد در نظر گرفته میشه، در حالی که ما میدونیم که در واقع سینکرونیزیشن بین پروسس ها مبحث مهمی هست و خودش یک عاملی هست که منجر به افزایش زمان الگوریتم میتونه بشه، ولی شما همونطور که خاطرتون هست توی پیرم به این صورت در نظر میگرفته که تمام این پروسسورها و تمام این تردها به صورت لاک استپ دارن الگوریتم رو اجرا میکنن و این یک عیب دیگه هست که ما مدل پیرم رو باعث میشه کنار بگذاریم و سراغ مدل های دقیق تری بریم. علاوه بر پیرم ما میدونیم مدل های دیگه هم هستن که تعدادش حالا توی کتاب لیتون ما اینتر مرور کردیم. بحث پروسسور نتورک ها که اینها در واقع یک آرکیتکچر ثابتی دارن، حالا شما مش، هایپر کیوب و مدل های مختلفی رو در اینتر باهاش مواجه شدید. مسئله که هست اینه که اینها خب الگوریتمی که ما به صورت جنرالایز میخوایم در واقع معرفی بکنیم و آنالیز بکنیم، اینها خلاف اون چیزی هست که توی مدل‌های پروسسور نتورک مطرح میشه. این مدل‌ها آرکیتکچرشون کاملا فیکسه، ثابته و این باعث میشه که الگوریتم‌های مخصوص به خودشون هم داشته باشن که شما همینطور دیدید که یک سری از الگوریتم‌ها روی مش به یه نحوی اجرا میشه، روی هایپر کیوب باید تغییر پیدا بکنه و این باعث میشه که ما تلاش بیشتری بخوایم به خرج بدیم که برای هر کدوم از این معماری‌های خاص بخوایم الگوریتمی رو ارائه بدیم. خب اما مدل بی اس پی که می‌خوایم راجع بهش امروز صحبت بکنیم و مبنای یک سری از ریسرچ هایی است که در سالهای اخیر داره صورت میگیره، این مدل مدل جدیدی نیست. یعنی اواخر دهه 80 میلادی، تقریبا اوایل دهه 90 که زمانی بود که مدل های مختلفی داشت ارائه میشد، از جمله به خاطر ضعف و معایبی که پیرم داشت، این مدل اون زمان معرفی میشه. بی اس پی مخفف باکس سینکرونوس پارالل هست که در ادامه اشاره میکنیم این واژه باکس سینکرونوس به چه مفهومی داره اشاره میکنه و یکی از مدل هایی است که در اون سالها ارائه شد و با گذشت زمان مشخص شد که میتونه جایگزین خوبی برای این مدل پیرم باشه و به نوعی اجماع صورت بگیره، همونطور که توی دنیای سکوئنشیال بر روی مدل رم اجماع صورت گرفته، اینجا هم میتونه یکی از گزینه های ما باشه برای اینکه ما الگوریتم های پارالل رو بخوایم در واقع مدل و آنالیز بکنیم. در واقع یک گپی رو حالا خود آیه والیانت که مبدأ این مدل هست توی مقاله‌ای که به این منظور معرفی میکنن و منتشر میکنن ادعا میکنن که مدل بی اس پی در واقع یک گپ بین سافتور و هاردور رو تا جایی ممکن سعی میکنه که برطرف کنه و پوشش بده. همونطور که اشاره کردم آیه لزلی والیانت مبدع این مدل هستن که اواخر دهه 80 میلادی این رو معرفی کردن. ایشون سال 2010 به نقل مضمون از سایت اس ای ام به خاطر در واقع فعالیت ها و کانتریبیوشن هایی که داشتن توی زمینه تئوری اف کامپیوتیشن، از جمله بحث
پارالل و دیستریبیوتد کامپیوتینگ موفق شدن که در واقع جایزه تورینگ رو که مدل نوبل کامپیوتر است به دست بیارن. این باز اهمیت این مدل و در واقع کارهای آقای والیانت رو گوش زد و یادآور میکنه. حالا بخوایم راجع به خود مدل بی اس پی صحبت بکنیم، یکی از اهداف این مدل اینه که دقیقاً ضعف‌هایی که توی پیرن ما باش مواجه بودیم رو برطرف بکنه و در واقع یه مدلی تبدیل بشه که بتونه همه روش اجماع کافی رو داشته باشن. این اسلاید من تقریباً توی مباحث قبلیم گفتم، چون اینو به صورت یک کامپیوتر در واقع ابسترکت در نظر بگیرید، انتزاعی، یه بی اس پی کامپیوتر تشکیل شده از تعدادی پروسسور که هر کدوم از اینها یک پرایوت مموری دارن. می‌بینید که چقدر شبیه اون چیزی است که ما توی مموری‌های امروز داریم باش برخورد میکنیم و مواجه هستیم، در حالی که این تقریبا میشه گفتش که 30 خورده ای سال پیش معرفی شده. یه بی اس پی کامپیوتر تشکیل شده از تعدادی پروسسور که هر کدوم از اینها یک حافظه پرایوت دارن و از طریق یک کامیونیکیشن نتورک با همدیگه در ارتباط هستن. این کامیونیکیشن نتورک رو ما خیلی به صورت بلک باکس و ابسترکت بهش نگاه میکنیم و هر پروسسور از طریق این نتورک به پروسسورهای دیگه در واقع مسیج رو ارسال و دریافت میکنه. اکسس تایمی که هر پروسسور در واقع نیاز داره برای اینکه به یک مموری که خارج از در واقع محدوده خودش هست، یعنی مربوط به پروسسور دیگه ای هست، دسترسی پیدا کنه رو ما توی این مدلمون ثابت در نظر میگیریم برای اینکه بتونیم به راحتی الگوریتما رو آنالیز بکنیم. در واقع یه تریدافیه بین اون چیزی که پیرم داشت و اون چیزی که واقعا توی دنیای واقعی داره اتفاق میفته و تمام تلاششون این هست که تا جای ممکن این در واقع گپ بین سافتور و هاردور اونطور که خود آقای والیانت ادعا میکنه پوشش بدن. خب الگوریتمایی که به زبان بی اس پی نوشته میشن در واقع به روی مدل بی اس پی و بر مبنای این مدل نوشته میشن، اینها از تعدادی سوپر استپ تشکیل شدن. هر سوپر استپ ما میتونه به دو گونه باشه، یا سوپر استپ ما از نوع کامپیوتیشن هست، یعنی یک سری محاسبات داره انجام میگیره، یا از نوع کامیونیکیشن هست، یعنی این پروسسورها دارن با هم دیگه ارتباط میگیرن و در واقع دیتایی رو که در اختیارشون هست و به صورت لوکال و پرایوت در اختیارشونه در اختیار سایر پروسسورها قرار میده. پس الگوریتم مدل بی اس پی از تعداد سوپر استپ تشکیل شده. نکته ای که هست اینه که در انتهای هر کدوم از این سوپر استپ ها یک عملیات سینکرونیزیشن انجام میگیره که این وابسته به این هست که اون پروسسور که زمان بیشتری رو در واقع صرف این کرده که اون محاسباتش یا در واقع محاسبات بخش کامپیوتیشن رو انجام بده، اون تعیین کننده این هست که چه زمانی اینها در واقع با هم دیگه سینک میشن. یعنی به نوع این سینکرونیزیشن یه بریری هست که قرار گرفته و تمام این پروسسورها زمانی که حالا به طور انتزاعی هم بخوایم نگاه بکنیم، تمام این تردها زمانی که در واقع عملیاتشون رو انجام میدن باید منتظر این بمونن که تمامی سایر پروسسورها همون عملیاتشون به سرانجام برسه، در انتها اینا با هم دیگه سینک میشن و وارد سوپر استپ بعدی میشن. و خب ما گفتیم که هر کدوم از این سوپر استپ ها میتونه بحث کامپیوتیشن باشه یا میتونه کامیونیکیشن باشه که اینا با هم دیگه ارتباط میگیرن. در ادامه ما یکی از همین الگوریتمایی رو که در ترم جاری روی مدل پیرن بررسی کرده بودیم رو میایم توی مدل بی اس پی هم آنالیز میکنیم و میبینیم که از نظر بحث آنالیز و تایم کامپلکسیتی چه تفاوتایی با مدل پیرن داره و چقدر به دنیای واقعی نزدیکتره. خب میبینید که واژه باک سینکرونوس هم دقیقا از همین میاد. باک به معنای یک تعداد زیادی از این ترت ها هست. ما میدونیم که گفتیم که زمانی معمولا دی اس پی استفاده میشه که ما توی حالا بحث های پرفورمنس کامپیوتینگ هست یا تعداد خیلی زیادی پروسسور یا ترت میخوام با هم دیگه یک الگوریتم رو به طور مشترک اجرا بکنن و این کاملا مناسب سیستم های دیستریبیوتد و پارالل هست. و از اونجایی که در انتهای هر سوپر استپ در انتهای هر گام اینها باید با هم دیگه سینک بشن، این واژه باک سینکرونوس به این مدل اطلاق میشه. توجه داشته باشید که این خلاف بحث پیرواز سینکرونیزیشن هست. ما معمولا توی سیستم های مسیج پسینگ زمانی که از سینکرونیزیشن صحبت به میان میاد، ما اینو فرض میگیریم که دوتا در واقع ترید یا دوتا پروسس دارن با هم دیگه ارتباط میگیرن، یعنی یک سندوریسی به مشخصی دارن که هر کدوم از اینها لاک میشن تا زمانی که در واقع مسیجی که ارسال کردن برسه یا لاک میشن تا زمانی که مسیجی که ارسال شده دریافت بشه. این در واقع پیرواز سینکرونیزیشن صرفا بین دو تا پروسس بود، ولی اینجا باکس سینکرونیزیشن که اسم مدل هم وام گرفته از این مبحث هست، بین تمام این پروسسورها هست و خب یه مدل انتزاعیه و در واقع
نزدیکتر به هاردویر از چیزی که پیرام داشت، ولی خب اینجا هم میبینید که ما یه سری دوره اوور اپروکسیمیشن داریم انجام میدیم و خب خیلی به سطح هاردویر هم دقیقاً نزدیک نمیشیم که این باعث میشه که بتونیم کارمون رو راحت تر انجام بدیم. اما خب حالا میخوایم الگوریتمای بی اس پی رو اگر بخوایم آنالیز بکنیم، که در ادامه شما الگوریتمی که به عنوان مثال من خدمت شما معرفی میکنم میبینید که چطور ما آنالیز رو انجام میدیم. اینجا یه سری مفاهیم رو باید خدمت شما معرفی بکنم. من گفتم که در واقع هر کدوم از این سوپر استپ ها میتونه کامیونیکیشن باشه یا میتونه کامپیوتیشن باشه. اگر بحث کامیونیکیشن رو ما در نظر بگیریم، فرض میکنیم که هر پروسسور در هر سوپر استپ حد اکثر بتونه اچ تا دیتا ورد بفرسته یا اچ تا دیتا ورد دریافت کنه. اون کامیونیکیشن نتورک هم که داشتیم، اگر عکسش رو شما خاطرتون باشه که اینجا ها به صورت شماتیک ما این رو نمایش داده بودیم، میبینید که در واقع این ارسال و دریافت اینها هم به صورت همزمان، یعنی لاین ها و خطوط مجزایی وجود داره برای اینکه اینا بتونن با هم دیگه به طور همزمان هم دیتا دریافت کنن هم دیتا ارسال کنن. پس ما میایم که در نظر میگیریم که اگر همه بین همه پروسسورها پروسسوری وجود داشته باشه که حد اکثر اچ تا بفرسته و حد اکثر اچ تا دریافت کنه و این مقدار اچ از تمام پروسسورهای دیگه بیشتر باشه، این رو ما در واقع به عنوان یکی از پارامترهای در نظر میگیریم که در ادامه میخوایم زمانی که الگوریتممون رو آنالیز بکنیم ازش استفاده میکنیم. پس اگر در واقع تعداد ورد هایی که هر پروسسور دریافت میکنه رو با اچ آر نشون بدیم و تعداد ورد هایی که هر پروسسور ارسال میکنه رو با اچ اس نشون بدیم، ماکس اچ اس و اچ آر به ازای تمام این پروسسورها میشه پارامتر اچی که ما اینو کنار میذاریم زمانی که میخوایم الگوریتممون رو آنالیز بکنیم بهش اشاره خواهیم کرد. اینجا شما میبینید که خب دوباره داره یه اوور اپروکسیمیشن اتفاق میفته. شما الان دو تا کامیونیکیشن پترن متفاوت رو دارید میبینید، دو تا در واقع مدل مختلف که هر کدوم از سه تا پروسسور تشکیل شدن. ایت مقدار اچ توی هر دو تا اینها دو هست، چون حداقل در واقع دیتایی که داره ارسال میشه و حداکثر دیتایی که داره ارسال میشه و حداکثر دیتایی که داره دریافت میشه توی هر دو اینها دو هست، ولی شما میبینید که توی در واقع کامیونیکیشن پترن سمت چپی صرفا یه دونه از پروسسورها داره ارسال میکنه، ولی توی کامیونیکیشن پترن سمت راست تمام اینها دارن با هم دیگه ارتباط میگیرن. ما از اونجایی که داریم در واقع مدلمون رو میخوایم آنالیز بکنیم، یه اوور اپروکسیمیشن در نظر میگیریم، ما فرض میکنیم که در هر دو این دو حالت در واقع مقدار اچ دو هست و خب این باعث میشه که کار ما زمانی که میخوایم الگوریتم رو آنالیز بکنیم راحت تر بشه. و شما میبینید که این مدل هم در واقع یه لول های ابستراکشنی هست که توی اون لول ها این داره تعریف میشه و باعث میشه که ما صرفا فرایندی که داریم برای آنالیز الگوریتم استفاده میکنیم راحت تر بشه، ولی خب این ما رو از هاردویر و اون چیزی که واقعا در دنیا باقی داره اتفاق میفته کمی دور میکنه. خب این بحث کامیونیکیشن بود. منتهی مراتب ما صرفا گفتیم که مقدار اچ رو در واقع تعداد دیتایی که داره دریافت و ارسال میشه در نظر میگیریم. بعد پارامتر دیگه هم معرفی بکنیم تا هر سوپر استپ کامیونیکیشن رو بتونیم مشخص بکنیم که به عبارتی چه زمانی رو داره به خودش اختصاص میده. زمان یا هزینه‌ای که هر کدوم از این سوپر استپ هایی که اصطلاحاً اچ ریلیشن هستن، یعنی حداکثر تعداد پیام های دریافتی و ارسالی اچ تا باشه، به این صورت با این فرمول پایین مشخص میشه که اچ جی به اضافه ال هست. اینجا جی پارامتر تعیین کننده کامیونیکیشن کاست هست، یعنی اینکه به ازای در واقع ارسال و دریافت هر کدوم از این داده ها این چه مدت زمانی طول میکشه و ما چه هزینه‌ای رو پرداخت میکنه. این ضرب در تعداد در واقع دیتا هایی که داره به حد اکثری ارسال میشه به اضافه ال، که این ال زمانی هست که ما برای سینکرونیزیشن در واقع نیاز داریم. شما خاطرتون هست که در انتهای هر سوپر استپ اینها تمام این ترید ها به صورت باک باید با هم دیگه سینک میشدن. زمان مورد نیاز برای اینکه این سینکرونیزیشن اتفاق بیفته رو ما با ال نمایش میدیم و جی رو هم کامیونیکیشن کاست به ازای هر کدوم از این دیتا ورد ها در نظر میگیریم. پس زمان مورد نیاز برای هر سوپر استپ کامیونیکیشن که حد اکثر تعداد ارسال و دریافت پیام ها توی اون سوپر استپ اچ تا باشه میشه اچ جی به اضافه ال. در ادامه زمانی که مثالمون رو ما بررسی میکنیم به این موضوع اشاره خواهیم کرد که چطور از این استفاده بکنیم برای اینکه ما در واقع تایم کامپلکسیتی رو محاسبه بکنیم. اما خب گفتیم که سوپر استپ ها دو نوع هستن. یکی از گونه های اینها در واقع کامپیوتیشن هست، یعنی زمانی که هر کدوم از این ترت ها و پروسسور ها میخوان یک عملیاتی رو انجام بدن، یک محاسبه ای رو انجام بدن و این رو هم ما باید براش تعیین تکلیف بکنیم. فرمولی که اینجا مشاهده میکنید برای گام های کامیونیکیشن هست،
که ال مجدد همون تایمی هست که برای سینکرونیزیشن نیاز هست، مثل گام های کامیونیکیشن در انتهای هر گام محاسباتی هم باید یک عملیات سینکی اتفاق بیفته، و دبلیو اینجا حد اکثر تعداد فلاپ هایی است که انجام شده. فلاپ مخفف فلوتینگ پوینت اپریشن هست همونطور که میدونید، و جمع این دو مقدار میشه زمان مورد نیاز برای که اون محاسبات توی اون گام محاسباتی اتفاق بیفته. خب شما مشاهده میکنید که ما در واقع زمان سینکرونیزیشن هم تو هر کدوم از این گام ها اومدیم محاسبه کردیم، پس کافیه که الگوریتم ما گام های متمادی که داره رو در نظر بگیریم، برای هر کدوم از اینها به طور جداگانه زمانش رو محاسبه کنیم، حالا بر حسب اینکه کامپیوتیشن باشه یا کامیونیکیشن باشه، و در انتها همه اینها رو با هم دیگه جمع بکنیم. خب این یه مدل جدیدی بود که ما خدمت شما معرفی کردیم، به نوعی یه مدل ریفاین شده و بهتر از پیرم هست، که حالا ما می‌خوایم یه مثالی رو بررسی بکنیم ببینیم که چطور می‌تونیم در واقع الگوریتمی رو ما تو این مدل و تو این ساختار تعریف بکنیم و زمانش رو محاسبه بکنیم. قبل از اینکه واردش بشیم، شما همون مبحث رو من خدمت شما عرض کردم، می‌بینید که به ازای تمام این گام‌های الگوریتم ما بر حسب اینکه کامپیوتیشن باشن یا کامیونیکیشن، ما باید در واقع این مقادیر رو محاسبه کنیم. زمانی که ما می‌خوایم در واقع یک بر مبنای یک BSP کامپیوتر خاص این رو بنویسیم، یعنی هاردورهایی که در بازار موجود هستن، شما باید به ازای این هاردور این پارامترهایی که خدمت شما عرض کردم که پی تعداد پروسسورها، حالا اینکه مشخص است توی هاردورهایی که ما معمولا داریم بر حسب اینکه جی پی یو باشه یا سی پی یو باشه، اینها مشخص هست، و جی و ال و زمانی که برای سینکرونیزیشن داشتیم که با ال نشون میدادیم، جی رو هم اگر خاطرتون باشه ما اینجا تعریف کرده بودیم زمانی که مورد نیاز بود که در واقع یک دیتای ارسال و دریافت بشه، و در انتها آر که نشون دهنده این هست که محاسبات بر حسب فلاپ پر سکند در واقع با چلریتی انجام میشه. خب اگر تمام اینها رو به ما در اختیار قرار بدن، یعنی در واقع ما شما کامپیوتری داشته باشید، هاردوری داشته باشید که بر مبنای این مدل اومده باشه تعریف شده باشه، و این پارامترها در اختیار شما قرار بگیره، شما میدونید که زمانی که میخواید الگوریتمتون رو روی اون در واقع کامپیوتر اجرا بکنید، با یه تخمین خوبی میدونید که چه مدت زمانی طول میکشه. و خب دقیقاً این همون گپی هست که دارن اینا سعی میکنن برطرف کنن بین هاردور و سافتور، و میبینید که این متفاوت با چیزی هست که ما توی رندوم اکسس مموری و حتی مدل پارالللش میدیدیم، که اینجا یه ارتباطی هم با در واقع اون ساختار و اون هاردوری که داره این الگوریتم قرار روش اجرا بشه در واقع برقرار هست. ولی خب اومدن اینا رو یک نظاممند و چارچوبمند کردن که شما بتونید برای تمام هاردورهای حالا موجود در بازار، اگر بر مبنای مدل BSP باشن، بتونید زمان الگوریتمتون رو به راحتی محاسبه بکنید. خب برای مثال ما یه مثال ساده رو اینجا می‌خوام خدمت شما معرفی بکنیم، که شما توی مدل در واقع پیرم و توی کتاب دکتر پرهامی با این در واقع مسئله و پروبلم مواجه شده بودید. اینجا ما می‌خوایم ضرب داخلی دو تا بردار رو محاسبه بکنیم، که من فرمولش هم اینجا برای یادآوری خدمت شما آوردم، که تک تک این خونه ها باید در همدیگه ضرب بشه و در انتها جمع بشه و یک در واقع پاسخ نهایی اینجا تحت عنوان آلفا به دست میاد. که توی مدل پیرم اگر خاطرتون باشه، اگر ما n تا دیتا آیتم داشتیم و p تا پروسسور داشتیم، n پیون به اضافه لوگ p او لوگ p اینجا در واقع ارزیابی ما و آنالیز ما از مدت زمان اجرای این الگوریتم بود، که این لوگ پی اشاره داره به همون بحث ریکرسیو دابلینگ و ها با هم دیگه برادکست بکنن، عملیات برادکست انجام بشه و دیتا های مختلف رو بگیرن و با هم دیگه پروسسورها جمع بکنن. خب حالا ما این در واقع همین پرابلم رو میایم توی مدل BSP سعی می‌کنیم برایش یک الگوریتم ارائه بدیم. من اینجا ابتدا الگوریتم به صورت شماتیک برای شما آوردم قبل از اینکه بخوام شپ کدش رو ارائه بدم. خب برای BSP الان زبان‌های برنامه‌نویسی هم ارائه شده، به خصوص توی دو سه سال اخیر من دیدم که در واقع شما اگه با زبان ML آشنا باشید که یک زبان فانکشنال هست، اومدن ورژن‌های مختلفی از این رو دادن که مخصوص همین مدل بتونید با استفاده از اونها در واقع الگوریتماتون رو بنویسید و تایم کامپلکسیتیشون رو هم محاسبه بکنید به طور اتومات. و خب این مزیت بزرگی است که این مدل در اختیار ما قرار میده. یکی از در واقع کتابخونه هایی هم که سالیان متمادی داره برای این استفاده میشه، یکی دو سال اخیر فکر کنم سال 2020 یک کتاب جدید اومده بود که راجبه اینها خیلی توضیح میداد. من سعی میکنم اون رو هم انشالله برای شما
توی CW حالا توی کانال تلگرامی قرار بدم. اما مسئله که ما اینجا می‌خواستیم حل بکنیم بحث ضرب داخلی دو تا بردار توی مدل BSP بود. کاری که انجام میشه اینه که شما فرض بکنید که اینجا در واقع 10 تا دیتا آیتم دارید، منتهی مراتب ما 4 تا پروسسور صرفاً در اختیار داریم. میان میان بین پروسسورهامون تقسیم می‌کنیم دقیقاً مثل مدل پیرم. یک گام کامپیوتیشن در ابتدا انجام میشه. مثلا فرض کنید که این پروسسور سفید میاد دیتاهایی رو که قراره با هم دیگه ضرب و در انتها تجمیع بکنه که این دیتاهای سفید رنگ هست توی این دوتا بردار، عملیات مربوط به خودش رو انجام میده. این سوپر استپ در واقع کامپیوتیشن و سوپر استپ محاسبات هست. شما به راحتی میبینید که چطور میتونید حتی الگوریتمی که توی پیرم باهاش آشنا شدید رو به راحتی تبدیل بکنید به در واقع مدل بی اس پی. شما میبینید که خیلی اینها با هم دیگه تفاوت نمیکنن جز یک سری جزئیاتی که به ما کمک میکنه که در واقع به بخش هاردور نزدیکتر بشیم. میبینید که هر پروسسور حالا با رنگ‌های مختلف اینجا نمایش داده شده بخش مخصوص به خودش رو محاسبه میکنه، یعنی ضرب این عناصر رو محاسبه میکنه و در انتها بخش مربوط به خودش رو تجمیع میکنه. این یک سوپر استپ کامپیوتیشن بود. در گام بعدی یک سوپر استپ کامیونیکیشن باید اتفاق بیفته. هر کدوم از این پروسسورها الان یک مقدار واحد داره در انتهای فاز دوم که این رو باید برای تمامی پروسسورهای دیگه یا برای تمامی تردهای دیگه به نوعی ارسال بکنه. پس در واقع سوپر استپ دوم زمان سینک شدن، همونطور خاطرتون باشه در انتهای هر سوپر استپ باید سینکرونایزیشن اتفاق بیفته. زمانی که همه اینا سینک شدن و مقادیر محاسبه شد، حالا با هم دیگه ارتباط میگیرن و پیام هاشون رو ارسال میکنن. میبینید که در گام بعدی تمام اینها مقادیری رو که مربوط به سایر پروسسورها بوده در اختیار دارن و در لول آخر دوباره یک گام کامپیوتیشن اتفاق میفته. بعد از اینکه همه سینک شدن و همه داده ها ارسال و دریافت شد، یک گام کامپیوتیشن اتفاق میفته و هر کدوم از این پروسسورها الان میتونه با تجمیع در واقع دیتایی که در اختیار خودش قرار گرفته در واقع داخلی این دو تا بردار رو برای خودش محاسبه بکنه. و خب شما میبینید که ما در واقع سویچی که انجام دادیم از پیرم به بی اس پی، میبینید که حتی گاهن الگوریتما ساده تر میشه، درک و توضیحش هم حتی راحت تر هست و در کنار همه مزایایی که داره این رو هم میشه در نظر گرفت. خب حالا چپه کدش رو اینجا با هم دیگه ببینیم. گفتیم که در گام ابتدایی کامپیوتیشن باید اتفاق بیفته، هر کدوم از این تردها باید مقادیر مربوط به خودشون رو در واقع ضربهایی رو که باید انجام بدن و در واقع در انتها همه رو با هم دیگه توی هر لول تجمیع بکنن. اینو میتونیم با یه حلقه فور ساده نمایش بدیم که در واقع آلفا اس رو ما اینجا صفر میگیریم، در هر لول ضرب ایکس وای اتفاق میفته و با مقدار قبلی جمع میشه. در سوپر استپ دوم اینها باید اطلاعاتشون رو با هم دیگه تبادل بکنن. پس هر کدوم از این پروسسورها به تمامی پی ام ان های یک پروسسور بعدی مقدار خودش رو ارسال میکنه و از تمام پی ام ان های یک پروسسور دیگه مقدار رو دریافت میکنه. در گام انتهای هر پروسسور صرفا کفایت میکنه مقادیر رو که دریافت کرده که پیتا مقدار هست، یعنی مقدار خودش و پی ام ان های یک مقدار دیگه رو با هم دیگه جمع بکنه، که این هم با مجدد با یه حلقه فور ساده قابل پیاده سازی هست. خب ما الان الگوریتممون رو اینجا نوشتیم به صورت شپ کد و اگر بخوام اینو آنالیز بکنیم دوباره بعد از همون پارامترهایی که خدمت شما عرض کرده بودیم استفاده بکنیم. خب توی مرحله اول، توی سوپر استپ اول، ما گفتیم که در واقع شما میبینید که یک ضرب انجام میشه و یک جمع انجام میشه و از اونجایی که n پیوم دیتا وجود داره، 2 n پیوم به اضافه l که این l مربوط به همون زمان سینکرونایزیشن هست. این مدت زمانی که سوپر استپ اول طول میکشه. سوپر استپ دوم صرفا ارسال و دریافت دیتا بود. پس پی ام ان های یک دیتا ضرب در جی که مدت زمانی بود که برای ارسال هر دیتا مورد نیاز بود، در انتها به اضافه ال مجدد زمان مورد نیاز برای سینکرونیزیشن. و سوپر استپ انتهایی هم میدونیم که صرفا پیتا اپریشن میخواد انجام بشه، اون پیتا مقداری که داشتیم با پی در واقع پی گام اینها قابل انجام هست، در انتهای ال هم مجدد همون زمان مورد نیاز برای سینکرونیزیشن است. پس زمان این الگوریتم در مجموع میشه جمع زمانهای هر کدوم از این سوپر استپا که در پایین من اینها رو برای شما نمایش دادم. میبینید که بر حسب پی، جی و ال اینجا به نمایش در اومده. خب صرفا یه اشاره هم بکنیم به پروژه های کاتینگ ایجی که الان توی این حوزه داره انجام میشه. این مدل بی اس پی توی فیلدهای مختلفی استفاده شده و ابزارهای مختلفی هم برای اینها ارائه شده. معروف ترین شاید گوگل پریجل باشه که برای پردازش گراف هست، آپاچی هاما و آپاچی جیرف مجدد دوتا از ابزارها و نرم افزارهای بنیاد آپاچی است که به همین منظور استفاده میشه. و در ادامه من توی اسلاید هم اشاره میکنم که چرا اصلا مدل بی اس پی خیلی مدل مناسبی است برای پردازش
گراف‌های بسیار حجیم که توی ارائه قبلی هم ما خدمت شما گفتیم که الان در سالیان اخیر به خصوص این بسیار حائز اهمیت است. آپاچی جیراف شاید معروف‌ترین باشه که اوپن سورس، شما میتونید و حتما توصیه می‌کنم که ازش استفاده بکنید. ببینید مدل BSP رو مبنا قرار داده برای اینکه در واقع گراف‌های حجیم رو بتونه پردازش بکنه. این توی گام دوم هم شما توی این در واقع بخش دوم اسلاید من می‌بینید که همونطور که خود سازنده آپاچی جیراف به این مسئله به دفعات توی کتاب‌ها و حالا توی مقالاتی که دارن اشاره می‌کنن، اینی که این جایگزین خوبی است برای مپ ریدیوس که توی جلسه قبل باهاش آشنا شدید. زمانی که ما می‌خوام پردازش‌های رو توی گراف انجام بدیم که لازمه تمام نوت‌های گراف رو ما پیمایش و بررسی بکنیم. سه چهار تا مقاله هم آوردم که اینا داره نشون میده ترندهای اخیری که روی بی اس پی داره انجام میشه. مقاله اول سال 2018 ورژن جدیدی از در واقع بی اس پی معرفی میشه به اسم مالتی بی اس پی که این مخصوص هاردویر های جدید هست. شما میدونید که ما توی سخت افزارهای جدید توی یک دهه گذشته در واقع مموری هایرارکی داریم، یک سلسله مراتبی از مموری ها رو داریم که از کش شروع میشه تا میرسه به در واقع رم سیستم و در واقع هارد دیسک، و اینها رو هم اومدن دوباره توی مدل بی اس پی اینها لحاظ کردن و تحت عنوان مالتی بی اس پی معرفی کردن. مقاله دوم مقاله سال 2019 هست راجع به پروگرامینگ توی مدل بی اس پی و الگوریتم هایی که در واقع زبان ام ال رو همونطور که من اشاره کردم ورژن هایی رو مخصوص بی اس پی اینا ارائه دادن و توی سال اخیر مقالات متعددی اومده که جنبه های مختلف این رو بررسی میکنه و پیاده سازی این الگوریتم ها رو به زبان ام ال پی میگیره. مقاله دیگه سال 2021 اینجا هست که مقاله قابل توجهی بود، هایبرید چک پوینتینگ فور ایتراتیو پروسسینگ این بی اس پی بیس سیستمز. بحث فالت تالرنس توی سیستم های بی اس پی میاد مطرح میکنه، مفهومی به اسم چک پوینت معرفی میکنه و کمک میکنه که این مدل هرچه بیشتر قابل استفاده باشه و در واقع در دنیای آکادمیک مطرح بشه. مقاله آخر که من خیلی چشم رو اخیرا گرفت در واقع بحث کوانتوم سیمولیشن هست که اینا سیستم های کوانتومی و الگوریتم های کوانتومی رو میخوان زمانی که سیمولیت بکنن و از صحت اینها اطمینان پیدا بکنن به این نتیجه رسیدن که بی اس پی ماشین ها خیلی در واقع مدل مناسبی هست که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، به خصوص روی در واقع سخت افزارهای جی پی یو. این رو هم من حتما توصیه میکنم که توی کنفرانس های پرفورمنس کامپیوتینگ اچ پی سی ما در واقع منتشر شده بودیم، من حتما توصیه میکنم که اگر علاقه من به کوانتوم و پارالل سیستم ها هستید حتما مطالعه بفرمایید. اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم، اگر نه که آقای خوشچین هم در واقع ارائهشون رو شروع بکنن. خیلی ممنون و متشکر از اینکه شما تزتون خیلی مرتبط با عرض شما بازیه قابل تقدیره. و یه نکته که من مثلا بگم که مثلا توی زمینه اولی که فرمودی مثلا اون فرمان وریکیشن فوکس ما اصلا نباید باشه، چون اون فیلد کاملا مجزاییست. خیلی از این مطلبی که دیگه فرمودین خیلی مرتبط هست، اما مسائل دیگه ای که مثلا در کتاب پرخامی کتاب دایتون هست، کتاب پرخامی هم کاور کرده، مثلا نمونه هایی که هست یه فصلی از کتاب دایتون هست در مورد استرید لاین کود که کودایی رو در ازم میگه که درش تیکایی که در ازم میگه که درش بوت و اینا نیست، اینو با مش آف تری مدل میکنه و خیلی راحت این کارو میکنه. اون بخش از کتاب میتونید انتخاب بکنید. یا مثلا این فالت تالرنت راوتینگ مثلا مهمی است که هم در کتاب پرخامی مطرح شده هم در کتاب لایتون. مثلا فرض کنید این راوتینگی که ما داشتیم در مش که دیدیم که در این زمان خیلی بدی احتیاج وافر خیلی بد داره، در این حالت خیلی بدی وافر خیلی زیادی لازم داره، اگر مبدا و مقصد اینا رندوم باشه در همون مدل که گفتیم میتونه حافظه خیلی کمتری مصرف کنه. بنابراین راوتینگ در مدل رندومایز خیلی مدل جالبی میشه قابل تحقیق و خود کتاب لایتون رو بررسی کرده. این هم میتونی انتخاب بکنی اگر علاقه من بودی و کل تبدیل سیستالیک به مالتیکور هم که چیزای مهمیست که ما با یک دانشوی افساد ما داریم کار میکنیم توی زمین اگر علاقه من بودیم خیلی مورد توجه خود بنده هم هست که ما علاقه سیستالیکی داشته باشیم.
برای مسئله که داریم میخوایم اینو تبدیل به مالتی کور بکنیم، یه چه ابزاری برای ما هست، چه مقالاتی در این زمینه وجوده که هستش. این هم جزء مباحثی است که من خودم خیلی شخصا علاقه‌مند هستم. خیلی ممنون، مرسی. سپاسگزارم آقای دکتر. حتما میکروفونمو خاموش می‌کنم و دیگه در اختیار سلام خدمت آقای دکتر و همه دانشجویان عزیز. ما حالا با بخش دوم در خدمت شما هستیم. من دو تا ارائه دارم که سعی می‌کنم خیلی هم سریع جمعش بکنم که خسته کننده نشه. ارائه اولم یه جوری پیش درآمدی بر ارائه دومم هست و می‌خوام نشون بدم که چرا می‌خوام راجع به ارائه دوم صحبت بکنم و از کجا این ایده رو گرفتم. اجازه بدید ما شروع کنیم. یکی از کنفرانس هایی که خیلی تو حوزه پارالل مطرح هست که یه سیمپوزیوم توسط ACM هم برگزار میشه تقریبا هر سال، اسمش هست سیمپوزیوم آن پارالیلیزم این الگوریزمز اند آرکیتکچرز، که به اختصار SPAA بهش میگن و یکی از کنفرانس هایی که تقریبا هر ساله حتی جوایزی هم به مقالات برترشون میدن و خیلی هم مطرح میشن. توی SPAA 2021 بود تقریبا که یک پنل پیپر داشتن که برای من خیلی این پنل پیپر جذاب بود، از این حیث که افرادی که توی این پنل پیپر مشارکت داشتن تقریبا میشه گفتش که الان یه جورایی جزو پایونیرهای پارلل الگوریزم و پارلل آرکیتکچر هستن و شما گاهن اسمشون رو شاید توی مقالاتی که خوندید و یا حتی مسائلی که حل کردید دیدید. به طور مثال آقای گایبل لاچ که الان استاد تمام دانشگاه CMU هستن، خب خیلی از الگوریتمایی که ما توی کتابمون میخونیم ابداع ایشونه، تو تمرینمون حل کردیم و خیلی از کورسایی هم که حتی الان داره توسط دانشگاه پایونیر مثل MIT استنفورد حتی ETH و اینا برگزار میشه، یکی از منابعشون لکچر نوتس های ایشونه و خیلی به حال آدم مطرحی هستن. شخص دیگه آقای مثلا ویلیام دالی که مثلا شما اگر ادامه این درس رو بخواید دنبال بکنید، مثلا شب توی درس اینترکانکشن نتورک آقای دکتر سوازی زاده بگیرین، خب مثلا این بحث اینترکانکشن نتورک آقای دکتر پرامی هم توی کتابشون تا حد خوبی پوشش میدن، خیلی از اون مفاهیم اولیه و ابداعاتش کار آقای ویلیام دالی بوده. به طور مثال یه الگوریتمی توی کتاب هست که فکر کنم دوستانم بتونن ارائه بدن به اسم ورم هول راوتینگ. مثلا من خودم یادم اون ترمی که این درس رو داشتم راجع به این قضیه ارائه دادم، مثلا این پروتکل کاملا ابداعای ویلیام دالیه و الانم توی این ویدیو هستن و در حال حاضر دارن سعی میکنن روی هاردویر اکسلریشن جی پی یو برای اینیبل کردن دیپ لرنینگ و نورال نتورکس کار میکنن و خب افیلیشن استنفورد هم دارن. و دوستان دیگه هم که شما اینجا ملاحظه می‌فرمایید، مثلا خانم مارگارت مارتو که خب توزیع پارالل آرکیتکچرز معماریایی که توزیع پارالل مطرح میشه خیلی مطرحند، دانشگاه پرینستون و آیه یوزی ویشکین تو دانشگاه مریلند و خانم کاترین یلیک دانشگاه برکلی. و خب خیلی برام جالب بود که توی این پنل قرار هست راجع به چه موضوعی صحبت بشه، چون تقریبا اینجوری بزرگان دور هم جمع شدن و میخوان راجع به این مطالب صحبت بکنن. عنوان این پنل هست آرکیتکچر فرندلی الگوریتمز versus algorithm friendly architectures. و بحثی که مطرح است اینه که آیا ما بیایم برای معماری هایی که وجود داره الگوریتم بنویسیم یا برای الگوریتم هایی که می‌نویسیم معماری درست بکنیم. یعنی دیدمون تمرکزمون روی معماری باشه، الگوریتم حالا بگیم پیرو معماری، یا تمرکزمون رو الگوریتم باشه و بگیم معماری پیرو الگوریتم. چون همونطور که خوب مستحضر هستید، مثلا ما موقعی که داریم کتاب لیتون رو می‌خونیم یا کتاب آقای دکتر پرهامی، با یک سری فیکس کانکشن نتورکس مواجه هستیم. به طور مثال معماری آرایه‌ای، معماری درختی، معماری مش، توروس، مش آف تریز، هایپر کیوب، سی 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 و غیره. خب این معماری‌ها قطعاً الگوریتم رو محدود می‌کنن. شما نمیتونی اون الگوریتمی که مثلا برای مش آف تری ارائه می‌کنی روی مثلا آرایه هم داشته باشی یا بالعکسش حتی. و خب این موضوع برای این دوستان تو سال 2021 مطرح شد که به هر حال با توجه به وجود یک چنین معضلات ما بایستی چه کاری رو انجام بدیم. خب ابتدای این پنل، من حالا این پنل البته هر کدوم از این دوستان میان توضیح میدن که ما میخوایم راجع به چی صحبت بکنیم و یه اینتروداکشنی راجع به صحبتشون میدن که تقریبا یه پیپر 9 صفحه‌ای هست. من این 9 صفحه رو براتون حتما قرار میدم و فیلمش هم فکر کنم هست توی یوتیوب، اگه سرچ بکنید حتما پیدا میکنید.
منتهی مراتب ابتدای بحثشون اکثرا، یعنی اولین بحثی که مطرح میشه توسط آقای بللاچ و تقریبا همه این عزیزان هم در ادامه پیرو همین بحث صحبت میکنن، این هستش که خب اولا این دوستان قدردان مدل رم بودن به این خاطر که رندوم اکسس ماشین یه ابستراکشن خیلی خوبی برای ما درست کرد که ما تمرکزمون فقط روی الگوریتم باشه و بتونیم فقط روی اینکه الگوریتم افیشنت بنویسیم کار بکنیم و بتونیم به نوعی حتی آنالیزش بکنیم. و یکی از این دلایل رو هم این میدونن که آیفون نیومن اون معماری که مطرح کرد خیلی معماری ول دیفاینی بود و مدل و ما تونستیم روش یه اجماعی بکنیم و روش هم یه مدل رم بزنیم و تقریبا همه کارمون رو انجام بدیم و اون چیزی که ما تقریبا تو حوزه سکوئنشیال پروگرامینگ نیاز داریم و ازش بگیریم. منتهی مرتب بحثی که مطرح میکنن اینه که موقعی که ما این رم رو بخوایم منتقل بکنیم توی حوزه پارالل و بکنیمش پارالل رندوم اکسس ماشین یا پیرم، اون وقته که ما خیلی نمیتونیم به اجماع برسیم. چرا که شاید یکی از مسائلی که مثلا ما باش مطرح هستیم اینه که مدل پیرم خیلی واقعی نیست. به طور مثال ما نمیتونیم آنالیز درستی روی الگوریتممون داشته باشیم، به طور مثال اکچوال ران تایم روی یه ماشین خاص رو ما نمیتونیم خیلی خوب میجر بکنیم و اندازه گیری بکنیم و دلیلش رو هم جلوتر آقای ویلیام ولی میگن که من حتما راجبش صحبت میکنم. و یکی از معضلات دیگه ای که مدل رم داره اینه که بحث لوکالیتی رو نمیتونه ببینه، یعنی ما بتونیم به شکل افیشنت از کشامون استفاده بکنیم. به هر حال مثلا ما سیستم های مالتی کور داریم، سیستم های مالتی کور یکی از بزرگترین معضلاتشون کش ابلیویشن هست، معضل کش رو دارن. و یا اصلا کلا بحث لوکالیتی تو این حوزه که به طور خاص مثلا آقای دکتر الان الگوریتم راوتینگ اشاره کردن، ما توی سیستممون موقعی که می‌خوایم راوتینگ انجام بدیم یا کلا بحث مسیج پاسینگ داریم، خیلی برام مهمه که این مسیجا کمترین میزان ممکن جابجا بشن. چرا که جابجایی این مسیجا قطعا برای ما سرباره و خب ما قطعا دنبال الگوریتمای لوکال هستیم، اصلا لوکال الگوریتم مطرح میشه، بحث لوکالیتی مطرح میشه که ببینیم تا چه اندازه میتونیم میزان گسترش مسیج ها رو مثلا کاهش بدیم. و خب مدل بازور پیرم این رو هم نمیتونه به نوعی ببینه. حالا شروع میکنن این دوستان بحث کردن راجع به این قضیه و راهکار دادن. من صرفا فقط میخوام نظراتشون رو خدمتتون بگم و راهکارهایی که ارائه دادن اونم دو سه تاشون رو و بعد بحث بعدیم رو خدمت شما آغاز بکنم. آقای بللاچ خب در ادامه همون صحبتایی که قبلا کردیم و صحبت کردیم گفتیم که تو حوزه سکوئنشیال پیرم فیل، تو حوزه سکوئنشیال خب رم خیلی موفق بود ولی تو حوزه پارالیلیس فیل میشه و خب میگن ما حالا با اینکه این معضلات داریم باید ریپلیسمنت درستی براش داشته باشیم. اولا میگفتم مدل رم انقدر آسون بود، انقدر سیمپل و مناسب بود که ما میتونستیم خوب ادیوکیتش بکنیم، یعنی میتونستیم خیلی خوب دانشجویانی بیاریم به اینا یاد بدیم این مدل و با این مدل بتونن کار بکنن. بنابراین مدل اگر خیلی پیچیده باشه در نتیجه ما نمیتونیم اون نتیجه رو که از رم گرفتیم و اینجا بگیریم. و نکته بعدی این هستش که مدل در کنار سیمپل بودن این قابلیت هم داشته باشه که به من اجازه رو بده من بتونم الگوریتم های پارالل افیشنتی رو هم باهاش دیولپ بکنم. خب حالا با توجه به همه این مباحث ایشون یه سری راهکار دادن، به طور خاص یه مدلی دارن برای آنالیزینگ الگوریتم های پارالل به اسم ورک اسپن یا ورک دپس که فکر کنم توی کتاب CLRS موقعی که شما بحث مالتی تریدینگ رو میخوندید، مالتی ترید الگوریتم، اونجا تکنیک فورک اند جوینی که مثلا مطرح میشه یه اسم دیگه اش همین ورک اسپنه که خب این کار آقای بللاچ هست. در ادامه خب بحث نستد پارالیلیسم رو مطرح میکنن و برایش یه پروگرامینگ لنگویج هم ارائه میدن. خب در نتیجه یعنی به حال مدل پارالل هم داره که بهش نسل میگن که اگه دوست داشتید میتونید دنبال بکنید. و بحث هیوی گراف پروسسینگ رو هم ایشون مطرح میکنن که میگن ما برای این هم باید یه سولوشن جدا، یه نسخه جدا بپیچیم، یه فریم ورکی ارائه میکنن که حالا فریم ورکیشون ارائه میکنن توی زمینای خاصی پیاده شده که حالا ایمپلیمنتیشنش رو میتونید توی تولزای مثل لیگرا، گرافچی و آسپن دنبال بکنید اگر خواستید. و جدیدترین و تازه ترین کار آقای بللاچ هم یک مدل اینکریمنتال ایتراتیو هست که این مدل خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم هر الگوریتم به نوعی سکوئنشیالی که داریم رو با انجام دادن یک سری مراحلی تبدیلش کنیم به یک الگوریتم پارالل و بتونیم با اون معیارهای امروزی اینا رو به نوعی آنالیز بکنیم. خب این به حال دیدگاه آقای بللاچ بود. دیدگاه آقای دالی این هستش که
ایشون ادعاشون اینه که من میتونم یه کاری بکنم که هم معماری ها و هم الگوریتم ها به حد خوبی با هم دوست باشن، یعنی لازم نباشه که ما حتما تمرکزمون رو فقط بذاریم رو آرکیتکچر یا فقط بذاریم روی الگوریتم. ایدهشون اینه، میگم ما بیایم دو تا کانسپتی که به نوعی منسوخ شدن و دیگه شاید باید حتما ازشون گریز داشته باشیم و بذاریم کنار رو براشون جایگزین انتخاب بکنیم. یعنی اینکه بیایم به جای اینکه برنامه‌مون رو سکوئنشیال بنویسیم و یا حتی تو حوزه پارالل بخوایم از مدل پیرم استفاده بکنیم، بیایم با توجه به تکنولوژی‌های امروزی خودمون رو تطبیق بدیم و متناسب با اون معیارهایی که می‌خوایم اندازه‌گیری بکنیم، مثل بحث اکزیکیوشن کاست، بیایم هم یک مدل جدید ارائه بدیم برای دیولپ کردن الگوریتممون و هم یک مدل ارائه بدیم برای آنالیز کردن الگوریتممون. خب ایشون اولین بحثی که مطرح میکنن اینه که ما توی سیستم‌های امروزی باید حواسمون به یک چیزی باشه، اونم اینه که شما امروزی روز که مثلا ما داریم صحبت از IoT میکنیم و یا تکنولوژی‌های خاص دیگه، بحث کامیونیکیشن مطرحه. ببینید به طور خاص من مثلا خدمت شما بخوام مثال بزنم، الان شما ما به شما یه تمرین OpenMP دادیم، یا مثلا ما اومدیم به شما یه تمرین کدا دادیم، شما روی سیستم خودتون یا مثلا روی یه اکانتی که از دانشگاه داشتید این تمرین رو اجرا کردید. خب بحثی که وجود داره اینه که مسائلی که امروز داره حل میشه انقدر راحت نیستش که فقط بخواد روی یک مثلا سینگل دسکتاپ اجرا بشه و تموم بشه بره. یعنی ما امروزه سیستم هایی داریم که مالتیپل پروسسور و هر کدوم این پروسس ها به صورت مالتی کور دارن اجراش میکنن و ممکنه این پروسسور ها هم تو دیستنس های مختلفی باشن، یعنی نیاز به مسیج پاسینگ دارن. یا حتی شما یک به نوعی مثلا دیتا سنتری در نظر بگیرید که رک های مثلا زیادی از پروسسور داره و بحث اینترکانکشن نتورک مطرح میشه و بحث باز دوره مسیج پاسینگ، یعنی ما باید کامیونیکیشن رو ببینیم ولی مدل پیرم کامیونیکیشن رو نمیبینه، یا همین لاوز اف فیزیکس این رو دخیل نمی‌کنه مدل پیرم داخل خودش. و بحث دیگه هم که مطرح هست اینه که امروزه بحث انرژی کانسامپشنی که سرورها دارن و بحث پرفورمنسی که دارن واحد اندازه‌گیریش بر اساس جابجایی دیتا است و باز دوباره میپرازه به بحث مسیج پاسینگ. خب ایشون یه مدل دیگه ای ارائه میکنن مثلا در کنار آقای بللاش به عنوان فانکشنال مپینگ، و حالا یه شباهتایی به مپ ریدیوس داره، یه تفاوتایی هم نسبت به مپ ریدیوس داره که حالا با توجه به اینکه ما صرفا فقط میخوایم اینا رو معرفی بکنیم نمیتونیم خیلی راجبش صحبت بکنیم. مونتای مرتب FNM بحثش اینه که هم الگوریتم و هم آرکیتکچر رو ملزم به این میکنه که اون قواعد فیزیک رو رعایت بکنن، یعنی ما بحث کامیونیکیشن رو خواهیم داشت و بحث پارالیلیت که به چه صورت خواهد بود و دیگه نمیایم خیلی ابسترکت به این قضیه نگاه بکنیم. به طور خاص مثلا ما مطرح بکنیم که این کامیونیکیشن قراره سنکرون باشه، قراره آسنکرون باشه، حتی اگه قراره یک شرد میموری باشه، حتی اگه قراره من یک الگوریتم پارالل توی یه سیستم شرد میموری بدم، آیا این دسترسی به شرد میموری سنکرون خواهد بود یا آسنکرون، و همه اینا موقع مطرح میشه. و حالا کاست اینا همه با هم متفاوته، اینطور نیستش که مثلا یه فلوتینگ پوینت اپریشن با یک مثلا مسیج از یک سرور از یک کور به یک کور دیگه یا یه پروسسور به یه پروسسور دیگه بخواد یه هزینه برای ما داشته باشه، و خب این باعث میشه که ما بتونیم خیلی واقعی تر بحث آنالیسیز رو انجام بدیم. و خب ایشون هم حرفش اینه که مدلی که ایشون ارائه داده برخلاف پیرم دیگه نمیاد اون قواعد فیزیک رو ایگنور بکنه و هایت کامیونیکیشن داشته باشه، و خب همون تکرار مکرراتی که ما ازش دور میشیم. و اتفاقا توی اون پنل پیپر میگه که حالا که ما اومدیم این FM رو مطرح کردیم، یه حوزه‌ای توی ریسرچ مطرح میشه که شما باید بهش پاسخ بدید، یعنی یه سوالی مطرح میکنه که خودش هم جوابشو نمیدونه، که اینجا چند تا از سوالاشو بنده قرار دادم، باز چون وقتمون کمه من میخوام همه مطالب بپردازم خیلی روش وای نمیستم، شما اگه علاقه من بودید میتونید اون پیپر رو زمانی که من قرار میدم برید مطالعه بفرمایید. ولی خب همونطور که میبینید دانشمندا دارن دیدگاهی مختلفشون رو نشون میدن که آقا ما باید این موزل پیرم رو به نوعی حل بکنیم، هر کدومم راه حل خودشونو دارن میگن و باز دوباره هنوزم اجماعی وجود نداره. خانم مارتونوسی که دانشگاه پرینستون بودن، ایشون حرفشون حالا اینه که ما بیایم تمرکزمون رو روی واسطه بین اون هاردویر و الگوریتم بذاریم که توی دنیای کامپیوتر ما میشم اون اینستراکشن ست آرکیتکچر یا ایزا که حالا یا آیزا که حالا ایشون یه چیزی مطرح کردن به اسم پست آیزا، که این پست البته توی این پنل پیپر هم خیلی راجبش توضیح نمیدن، یعنی میگن که من توی لکچر میخوام راجبش صحبت بکنم، بنابراین خیلی بهتره که موقعی که میخواد راجع به پست آیزا این صحبتاشونو بخونید، یعنی به جای اینکه بخونید برید صحبتاشونو توی اون ویدیو ببینید. و خب حرفشون اینه که ما یه فرصت جدیدی پیدا میکنیم برای اینکه بتونیم یه اینترفیسایی داشته باشیم که موقعی که شما یه سری الگوریتم خاص درست می‌کنی برای معماری‌های خاص،
من موقعی که معماری عوض میکنم بتونم از همون الگوریتم استفاده بکنم. زمانی هم که یه معماری خاص دارم که یه سری الگوریتم خاص داره، موقعی که معماریشو عوض میکنم بازم اون الگوریتم بتونه روش اجرا بشه. یعنی هم از الگوریتم یعنی هم تغییر الگوریتم به آرکیتکچر، هم تغییر آرکیتکچر به الگوریتم رو ایشون مطرح میکنن. یه نکته دیگه که ایشون مطرح کردن و خیلی برای من جذاب بود این قضیه بودش که تأکید ایشون توی بحث حوزه استفاده از فرمال متد توی کار با این پارالل الگوریتم ها، که این رو حتی آقای بللاچ هم دنبال میکنن. به طور خاص مثلا آقای بللاچ یه لکچر نوتی دارن که خب خیلی معروفه تو همین بحث پارالل الگوریتم، و خب ایشون توی ابتدای کار میان اول یه مدل فرمال میگن که وابسته به فانکشنال پارادایمه، یعنی برای اون مدل فانکشنال که مثل لامدا کلکولس که وجود داره یه وریانتی میدن به اسم اسپارک، و میگن که ما تمام الگوریتمایی که میخوایم معرفی بکنیم و به صورت فرمال اسپسیفای میکنیم با همین مدل اسپارک. و خب حالا خانم مارتونسی بحثی هم که مطرح میکنن اینه که علاوه بر اینکه بتونیم فرمال اسپسیفای بکنیم، یعنی بتونیم فرمال هم وریفای کنیم. یعنی الان بحث نه تنها روی اینه که ما بیایم یه مدلی داشته باشیم که اولا بتونه خیلی نزدیک به واقعیت باشه، یعنی بتونه توی سیستم‌های امروزی جواب بده، خیلی ابسترکت نباشه که موقع پیاده سازی ما به مشکل بخوریم. چون به طور خاص مثلا ما خدمتتون گفتیم زمانی که مثلا پارادایم از سینکرونوس به سینکرونوس تغییر پیدا میکنه، ابداع الگوریتم برای اون پارادایم خیلی که بتونه که جایزه میدنسه مثلا بتونه یه پارادایم. دوستان صدای بنده هستش الان؟ خب بله فکر کنم الان یه لحظه من قطع شدم، ولی آره حرفم این بود که ما دیگه حالا با توجه به این که یعنی حالا که بیایم به واقعیت نزدیک‌تر بشیم، تازه بتونیم آنالیز بهتری هم داشته باشیم، بتونیم اثبات بکنیم که اینا هم دارن درست کار میکنن. چون هر چقدر این بحث دیستریبیوشن به حال افزایش پیدا میکنه، این که بتونیم اثبات بکنیم داره الگوریتم ما درست کار میکنه، کار ما رو سخت‌تر میکنه، که خب بحث فرمال اینجا قطعا میتونه به نوعی کمک بکنه. من صحبت های دوستان دیگر رو فقط میخوام در این بخش خلاصه بکنم، میپردازم به بحث مینی کور که یکی از خواستگاهاش FPGAه. یه پیپری توی مجله Communication of the ACM چاپ شد سال 2020 به اسم The History, Status and Future of FPGAs، که حالا با توجه به این که من فرصتم کم بود نرسیدم خیلی براش اسلاید آماده بکنم، بنابراین اگر حالا یک لحظه اجازه بفرمایید من یه لحظه این دسکتاپم رو شیر بکنم. البته فکر کنم میتونید خودتون اونجا برید روی اون قسمتی که من دسکتاپم رو شیر کردم فول اسکرین بکنید که کمی واضح‌تر ببینید، چون فکر کنم اسلایدم اون بغلش هست. اما بحثی که هستش اینه که اولین بار این پیپر توسط تعدادی دانشمند مثل آقای مایکل فلین و حتی آقای کارل هیویت که خیلی آدمای سرشناسی هستن تو پارلل آرکیتکچر، این پیپر اولین بار توی مجله ACMQ داده شد. و خب یه سری از پیپرهای خیلی خوب ACMQ بعدن به The Communication of the ACM هم راه پیدا میکنن. و بحثی که مطرح میکردن اینه که این FPGA قراره به کجا برسه، یه سری پردیکشن میدن، و یکی از پردیکشن ها اینه که ما به زودی سرورهای خواهیم داشت که نه تنها فقط متشکل از مثلا رک های از CPU هم، بلکه FPGA هم میاد به کمکش و بحث مینیکور رو مطرح میکنه. و خب شما تصور بکنید که به حال این سرورها قراره دیستریبیوت باشن سراسر دنیا، و خب این FPGA ها که حالا مثلا مینیکور هستن قراره که تحت شبکه هم با هم ارتباط برقرار بکنن. یعنی نه تنها ما معضلات مالتی کور رو خواهیم داشت، بلکه معضلات مالتی کور دیستریبیوتد شده هم خواهیم داشت، که حالا من یک دو تا معضلاتش هم مطرح میکنم که بدونید امروز دارن رو چه معضلاتش کار میکنن و اون بخشای هات تاپیکش رو خدمتتون عرض میکنم. ولی صرفا خواستم چیزی که خدمتتون بگم اینه که باقی دوستان صحبتشون روی اینه که یکی از نیازهایی که ما الان باش مواجه هستیم بحث مینی کوره، و خب قطعا پیرم دیگه اونجا هیچ توانی نداره و نمیتونه پاسخگوی نیازهای ما باشه، که خب اگه علاقه من بودید من بازم این پیپر رو در اختیارتون قرار میدم که بتونید دنبال بکنید و ببینید که معضلاتی که امروز باش مواجه هستن چیه و ما چطور میتونیم باهاش راهکار بدیم. یکی از معضلاتی که اون وسط مطرح میشه مثلا بحث میوچوال اکسکلوژن. به طور خاص ما مثلا توی ارائه اوپن ام پی مون و تمرینی که شما دارید یکی از معضلاتی که وجود داره میوچوال اکسکلوژن. چرا؟ به خاطر اینکه هر وقت دیتا شیرد میشه، ما هر وقت یه دیتای شیرد شده داریم میوچوال اکسکلوژن هم داریم. شما وقتی داری روی مالتی کور کار میکنی یعنی شیرد میموری،
و وقتی شیلد مموری داری یعنی موزل میوچوال اکسکلوژن. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته این هستش که موقعی که من بخوام FPGA رو مثلا در قامت یک سرور ببینم و بگم اینا دیستریبیوت میشن، خب بحثی که پیش میاد اینه که اوکی توی یه مثلا توی یه پروسسور که مثلا من 10 تا کور دارم، این 10 تا کور اولا برای همدیگه انانیموس نیستن، یعنی ما میدونیم فانکشنالیتی هامون چطور هست، ما میدونیم چه فانکشنالیتی هایی داریم، از فانکشنالیتی های همدیگه آگاهی. و بحث بعدی که وجود داره اینه که اون مموری هم که بینمون شیرد شده، ما مثلا سر این که چطور این مموری رو بعد آدرس دهی بکنیم هم همه سرش توافق داریم، اما زمانی که مثلا من این FPGA های متفاوتی بخوام استفاده بکنم، هر کدوم دارن مالتی کور پردازش میکنن و حالا میخوام به کمک هم دیگه هم پردازش رو جلو ببرن، اینه که دیگه روی کورهای مثلا دوتا FPGA متفاوت هیچ اگریمنتی وجود نداره نسبت به فانکشنالیتی هاش، هیچ اگریمنتی وجود نداره نسبت به مموری که دارن استفاده میکنن. بنابراین میوچوال اکسکلوژن های قدیمی که من دارم استفاده میکنم اون موقع دیگه نمیتونه جواب بده، باید مسئله رو عوض کنم برم سمت مموری انانیموس و پروسس انانیموس میوچوال اکسکلوژن. دوستان صدای بنده هستش؟ اگه هستش میشه تایید بدید، چون اینترنت فکر کنم روی یکم ضعیفه و اینا. من الان صدا هستش درسته؟ مسئله نیستش. خیلی خوب، بنابراین بعض الگوریتم عوض بکنیم و بریم سمت اینکه حالا برای یه سیستم مموری انانیموس و پروسس انانیموس چجوری میوچوال اکسکلوژن مطرح بکنیم، که خب مقالات زیادی اومد، مثلا سال 2019 تو کنفرانس پاتسی این پیپر اومد، یا مثلا سال مفکامی اسلایدم داپلیکیت شده، سال 2020 و 2022 توی چه مثلا جاهایی مثلا مثل جورنال اف دی ای سی ام رو بحث مثلا انانیموس شیلد مموری مقاله اومده و داره کار میشه و الان جزء چیزای هات تاپیکی هستش که شما میتونید دنبال بکنید. بحث بعدی که مطرح میشه که مثلا آقای دکترم بهش اشاره فرمودن، مثلا بحث فالت تالرنت بودن است، که با توجه به اینکه حالا ما داریم تحت شبکه این کارا رو میکنیم، اتفاقی که میفته اینه که قطعا فیلیر رخ میده. ما تمام الگوریتم های میوچوال اکسکلوژنی که میخونیم با این دیدگاه هستش که هیچ وقت پروسس فیل نمیکنه، هیچ وقت سیستم فیل نمیکنه، در صورتی که فیلیر یه چیز واقعیه. و اتفاقا زمانی که ما با تکنولوژی های امروز، با سیستم های آی او تی امروز مواجه هستیم، فیلیر قطعا رخ میده. من باید الگوریتم ریکاوریبل داشته باشم، یعنی هر جای الگوریتم میوچوال اکسکلوژن من یک فیلیر رخ داد بتونم ریکاور بکنم و الگوریتمو ادامه بدم، نه که برم مثلا سیستمو ریست بکنم و اینا. که خب توی مثلا جورنال دیستریبیوتد کامپیوتینگ بحث ریکاوریبل میوچوال اکسکلوژن مطرح شد و توی پاتسی مثلا سال 2017 دیدم این پیپر توضیح ریکاوریبل میوچوال اکسکلوژن بیس پیپر اوارد گرفت. سال 2020 هم تو دوباره تو پاتسی یه وریانت دیگه ای از این دادن و دارن روش کار میکنن. و یکی از مسائلی که مثلا بنده و آقای موئینی جم شاید داریم روش کار میکنیم و درگیرش هستیم تا یه حدودی هم، اینه که سعی کنیم یه سولوشنی ارائه بدیم برای سیستمی که هم مموری انانیموسه و هم فیلیر براش رخ میده، یعنی یه جوری تلفیق این دو با هم دیگه. خب اینا باز بحثایی که قطعا داره دنبال میشه، باز دوره مقالات دیگه ای هستش که من برای شما اینجا قرار دادم. خب حالا بحثی که هستش اینه که ما توی این ارائه تا حدودی با این مطالب آشنا شدیم که با توجه حالا به اتفاقایی که داره میفته و پیشرفت تکنولوژی های پارلل آرکیتکچر و دیستریبیوتد کامپیوتینگ، ما دیگه مدل پیرم جوابگومون نیست و باید بریم سمت مدل های دیگه. یکی از مدل هایی که علاوه بر BSP که آقای موئینی راجبش صحبت کردن، مایل لزلی والیانت هست و خیلی بهش توجه شده، امروزه داره بهش توجه میشه و خیلی داره اوج میگیره، بحث اکتور هست که هم مدل اکتور یه بیشینه تاریخی داره، یعنی از تقریبا سال دهه 70 میلادی این بحث مطرح شد، اوج و فرود های یعنی فراز و نشیب های خاصی رو داشت و دیگه حالا امروزه باز دوباره بهش برگشتن. من حالا توی این جلسه خیلی قرار نیستش راجع مدل اکتور صحبت بکنیم با توجه به اینکه یه رو بیشتر از وقت من باقی نمونده و خیلی سریع میخوام ازش، یعنی خیلی سریع فقط میخوام بهتون معرفی بکنم که بگم شما چطوری میتونید ازش استفاده بکنید که همین الگوریتمایی که توی کتابتون هست رو به طور خاص باش انجام بدید. بنابراین اجازه بدید من یکم از این بحث تاریخچه یونش عبور بکنم. ببینید مدل داستان تو مدل اکتور اینه که ما میایم تمام کامپیوتیشن یونیت هامون رو در قالب یه واحدی به اسم اکتور در نظر میگیریم، یعنی اون پروسسور یا اون کور من توی مدل اکتور، من بهش یه اکتور میگم و اون اکتور یه سری فانکشن داره که اون فانکشن ها با کالینگشون اجرا میشن.
یعنی زمانی که یه اکتور بخواد اون فانکشناشو اجرا بکنه باید یه اکتور دیگه اون فانکشنا رو کال بکنه که ما اصطلاحا به این کالینگ فانکشن میگیم مسیج پاسینگ. یعنی یه اکتور باید یه مسیج به یه اکتور دیگه بده، یکی از فانکشناش رو کال بکنه که اون فانکشن حالا توسط اون اکتور اجرا بشه. و این نکته جالبی هم که خیلی برام قشنگ بود میخوام راجعش حتما صحبت بکنم اینه که مدل اکتور هم باز دوباره از همون قواعد فیزیکی که آقای به نوعی ویلیام دالی دغدغه‌شون بود نشأت گرفته شده و مدل منطبق بر دیدگاه آقای ویلیام دالی هم هست تا حدودی. یه بحث دیگه ای که توی مدل اکتور وجود داره اینه که ما مسیج پسینگمون بای دیفالت به صورت اسینکرونوسه، ولی برای سینکرونوس هم میتونیم برنامه داشته باشیم. یعنی داریم مثلا یکی از زبانهایی که اومد مدل اکتور رو پیاده کرد زبان ربکا هستش که هم اسینکرونوس مسیج پسینگ رو هندل میکنه هم سینکرونوس رو. و بحث دیگه این که ما حتی میتونیم شیرد مموری رو هم تالریت بکنیم، یعنی زمانی که مسئله ما شیرد مموری داره خود شیرد مموری رو میام در قالب یک اکتور تعریف میکنم. حالا اون بحثی که مثلا من مطرح کردم این که من چطور میتونم به این شیرد مموری دسترسی داشته باشم هم به صورت اسینکرونوس هم به صورت سینکرونوس، خب چون شیرد مموری من در قالب یک اکتور مدل شده و من موقعی که بخوام اون دیتا رو از اون اکتور بخونم بعد بهش مسیج بدم هم میتونم اسینکرونوس مسیج بدم هم سینکرونوس. یعنی یه جورایی مدل اکتور میتونه اکثر مدل های دیگر رو بپذیره و من تمام الگوریتمایی که برای مدل های دیگر میدم رو سوق بدم به مدل اکتور، تبدیلش کنم به مدل اکتور. هم مدل هم آرشیتکچرایی که فیکس کانکشن هستن هم آرشیتکچرایی که داینامیک کانکشن هستن و به نوعی ممکنه اون توپولوژیشون تغییر بکنه. من خیلی کوتاه فقط برای اینکه یه مثال بهتون نشون بدم که چون این اسلایدا داره کامل توضیح میده که سینتکس این زبان چی هست، سمانتیکس این زبان چی هست و اینا هم یکم مباحث فرمالی که به درس ما مربوط نیست من میخوام ازش عبور بکنم، من صرفا فقط یه مثالی بزنم. به طور خاص شما توی فصل 7 کتاب دکتر پرهامی یه بحثی خوندید تحت عنوان سورتر نتورک و سلکشن نتورک که اونجا هم راجع به اینکه ما چطور میتونیم یک سورتر نتورک بسازیم صحبت شد، دو سه تا متد توضیح داده شد و همین که حالا موقعی که من این سورتر نتورک رو درست کردم چطور بتونم اثبات بکنم که این سورتر نتورک داره درست کار میکنه، که مثلا دو تا راه بود، یکی این که من میام تمام حالت های ممکن رو در بیارم و مثلا میگم که اوکی به ازای همه حالت های ممکن داره کار میکنه که خب اصلا کار عقلانی نیست چون زمانی که این سورتر نتورک داد اینپوتاش زیاد بشه خب من چجوری میتونم همه حالت ها رو در بیارم. یه بحث دیگه هم این بود که من از زیرو وان پرینسیپل استفاده بکنم که شما توی ترمیناتون دو سه تا سوالم توی اون حوزه دارید و قطعا الان این قضیه رو درک کردید که چقدر به نوعی گاهی اوقات اثبات به واسطه همین زیرو وان پرینسیپل هم میتونه برای شما مشکل باشه. من حالا میخوام یه کاری براتون الان انجام بدم، هم این سورت نتورکی که شما اینجا ملاحظه میفرمایید که حالا توی کتابای دکتر پرهامی هم اولین سورت نتورکی است که معرفی میکنه و اثبات هم میکنه که داره درست کار میکنه، یه سورت نتورک درسته، 4 تا اینپوت میتونه بگیره و آوتپوتاش هم همه رو به این صورت سورت میکنه، به طوری که من اول بیام دو تا وایر اول رو با هم دیگه اینجوری سورت بکنم بعد این دوتا رو شروع بکنم با هم دیگه سورت کردن، اینا توی یه لول صورت میگیره، اینام توی یک لول و اینام توی لول سوم، یعنی من میتونم اینجا سه تا لول داشته باشم و بعدش هم اینا سورت بشن. من میخوام اینو تبدیلش بکنم به مدل اکتور. ببینید که من چطور میتونم اینو مدل اکتور تبدیلش بکنم و هم پروگرامش بکنم و هم حتی یک گوشه نظری هم به این قضیه داشته باشم که بتونم درستیش هم اثبات بکنم بدون اینکه دغدغه اینو داشته باشم که بخوام با اون مباحث سنگین مثلا زیرو وان پرینسیپل و اینا مواجه بشم. اجازه بدید بنده با زوره اسکرینم رو اینجا خدمتتون شیر بکنم. خب با زوره البته دیگه میتونم شما اینجا میتونید مثلا الان اگه صفحه براتون کوچیکه با زوره برید و روی اون اسکرین اون گزینه مربع رو بزنید که اسکرین براتون بزرگتر بشه و بتونید اسکرین منو بزرگتر ببینید. من اینجا اومدم مدل این سورتر نتورک رو پیاده کردم. به چه صورت؟ من اول از همه خود اون کامپریتورها که میان دو تا اینپوت وریبل میگیرن میگن آقا ما دو تا اینپوت میگیریم و مثلا اونی که کوچیک‌تره رو میدیم به سیم بالایی، اونی که بزرگتره رو میدیم به سیم پایینی. خب اینو من در قالب یه اکتور اینجا مدلش کردم و بحث بعدی اینه که من اومدم خود شبکه رو که شبکه من مثلا 5 تا از این کامپریتورها دارم اینجا باز دوباره پیادهش کردم و اون سه تا لول رو هم که لول اول، لول دوم و لول سوم بود رو هم اینجا با زوره پیادهش کردم و همونطور که شما ملاحظه می‌فرمایید مثلا من دو تا کامپریتور رو دارم S1 و S2 و میگم که شما مثلا سیم 0 رو با سیم 1 بگی، شما سیم 2 رو با سیم 3 بگی، عملیات کامپریشن تو انجام بده. تو لول 2 سیم 0 با 2، سیم 1 با 3 و تو لول آخر هم سیم 1 با 2. یعنی همون دقیقاً شکلی که شما توی اسلاید دارید ملاحظه می‌فرمایید
و موقعی هم که تموم میشه و سورت میشه دوباره میتونیم از همین به صورت ایتراتیولی استفاده بکنیم و دوباره بهش مقدار بدیم و ازش استفاده بکنیم. به چه صورت؟ مثلا من توی مدل اکتور موقعی که میخوام روی اون سیما اینپوت و اینپوت بذارم میتونم اون اینپوتامو به صورت نان دترمینیستیک بذارم. هیچ کدوم از مدل‌های پارالل که شما خوندید این قابلیتو نداره. این یه دسته بالایی که اکتور داره. مثلا شما میخوای با استفاده از زیرو وان پرینسیپل اثبات بکنی که این شورتر نتورک داره درست کار میکنه. خب یکی از حالاتش چیه؟ این که من بیام به هر طریق ممکن به این اینپوت وریبل ها 0 و 1 بدم، به این سیما 0 و 1 بدم و آوتپوت رو چک بکنم و خیالم راحت باشه که آوتپوت به اینپوت هم میخوره، درسته؟ خب شما میتونی به صورت نان دترمینیستیک به این سیما 0 یا 1 بدی و اینو هی اینو تا بی‌نهایت تکرار بکنی. وقتی من اینو تا بی‌نهایت تکرار میکنم به نوعی دارم تمام حالاتی که این سیما میتونه 0 و 1 بگیرن رو در بیارم، درسته؟ و خب موقعی که شما تمام این حالات رو در بیاری انگار استیت اسپیس، یعنی فضای حالت ممکنی که برای این سیستم وجود داره رو ساختی، یعنی سیستم من هیچ حالتی خارج از این فضای حالت نداره و اون موقع میتونیم مثلا با استفاده از روش‌های فرمال یه لاجیک بنویسیم و من مثلا خیلی ساده اینجا برای شما چک بکنم که این شورتر نتورک داره درست کار میکنه. یعنی به جای اینکه بیام از زیرو وان پرینسیپل استفاده بکنم برای اثباتش، من خوب که دارم من که خودم دارم این نتورک رو پیادهش میکنم، علاوه بر اینکه دارم پیادهش میکنم همونجا درستیش هم اثبات میکنم. من الان مثلا این پراپرتی که با لاجیک اینجا نوشتم رو چک میکنم و شما میبینید که مثلا ساتیسفای شد، ولی یه سورتر نتورک غلط. مثلا من اگر بیام توی این سورتر نتورکی که اینجا دارم مثلا به جای 3 تا لول 2 تا لول در نظر بگیرم سورتر نتورکمو، فقط لول 1 و لول 2، اینطوری که سیم 0 و 1 اول با هم مقایسه کنم، بعد سیم 2 و 3 و بعد 0 و 2 و 1 و 3، یعنی من اومدم چیکار کردم؟ اون آخرش که سیم 1 و 2 رو مقایسه می‌کردم و حذف کردم، درسته؟ بنابراین این باید یه سورتر نتورک غلط باشه. خب من اومدم برایش با زهره اون لاجیکر نوشتم و اینجا میتونم مثلا بررسیش بکنم که آیا این سورتر نتورک من قراره درست کار بکنه یا نه، که وقتی که من این پراپرتی رو چک بکنم اینجا مثلا به شما یک کانتر اگزمپل میده و شما اونجا ملاحظه میفهمید که نه این سورتر نتورک غلطه. پس من با یه تیر دو نشون زدم، هم اومدم یه مدلی رو معرفی کردم که نیازهای امروزه رو داره پوشش میده، به واقعیت نزدیکه و هم تونستم درستش رو خیلی راحت‌تر از مثلا تئورم پروینگ اثبات بکنم. خب اینجا من یه تعداد مقالات اشاره میکنم که مثلا از سال 1983 اینا بحث اکتور تو حوزه پارالل مطرح میشه توسط آقای کارل هیویت، بعد آقای گلاغا ادامش میدن تا دهه 2000 و از 2000 به بعدم اینا مقالات جدیدی هستش که توی این حوزه داده شده و همچنان دارن توی مدل اکتور برای پارالل پروسسینگ کار میکنن و پژوهش میکنن، که حالا اگر علاقه من بودید میتونید اینا رو بخونید و دنبال بکنید که ببینید که امروزه روز چه مسائلی داره با اکتور حل میشه. یه تعداد زبان هم که پارادایمشون اکتوره برای پروگرامینگ هم من بخوام بهتون معرفی کنم، اسکالا، آکا و ارلنگ هستن سه تا زبانی که پارادایمشون اکتوره و شما میتونید به واسطه این زبان ها به نوعی اون الگوریتم های پارللتون رو روی مدل اکتور پیاده بکنید. من به طور خاص مثلا یه مثال بزنم، شما همین مشاف تری که مثلا میخواید مینیمم اسپنینگ تری پیدا بکنید، انقدر که شما میتونید اینو با مدل اکتور راحت پیادهش بکنید با اوپن ام پی نمیتونید این کارو بکنید. چرا؟ چون ببینید مشاف تری داستانش اینه که هر کور یا هر مثلا پروسسور با همه کورا در ارتباط نیست، یعنی شما خب اومدی معماری و ساختی توپولوژی رو محدود کردی دیگه، آقا هر پروسسور یا هر کور با چه پروسسور یا کورای دیگه‌ای در ارتباطه. اینو شما خیلی راحت توی مدل اکتور میتونی تعریف بکنی که هر پروسسور و هر کور با چه پروسسور و کور دیگه‌ای در ارتباطه. چطور؟ اینجا ببین موقعی که مثلا من میام یه دونه سورتر یا یه دونه کامپریتور رو اینجا در قالب یه اکتور تعریف میکنم، بهش میگم که توی سورتر با کی باید در ارتباط باشی و توی نتورک با کیا باید در ارتباط باشی. به نوعی خیلی راحت میتونم هر توپولوژی، هر معماری که به من بدن و من اون توپولوژی و معماری رو در مدل اکتور تبدیلش بکنم و داشته باشمش. حالا میخواد معماری من مشافتری باشه، هایپر کیوب باشه، شیلد مموری یا پیرم باشه یا سی 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 باشه، هر چیزی که داشته باشم و مدل اکتور میتونه پوشش بده، هم پیادهش بکنم هم درستیشو اثبات بکنم. در رابطه با بحث آنالیز کردن الگوریتم هایی هم که با مدل اکتور پیاده میشه هم خود آقای گلاغا کارهای انجام دادن، مثلا مقاله هست به عنوان Parallel Programming and Complexity Analyzing Using Actors، میگه که ما میتونیم موقعی که اون استیت اسپیس رو میسازیم بعد از اینکه به نوعی مدل رو پیاده کردیم و اون استیت اسپیس ساخته شد، من اون استیت اسپیس رو با استفاده از اون الگوریتم های
تراورسینگ گرافی که دارم پیمایش بکنم، هم مسیج پسینگ کامپلکسیتی رو بسنجم، هم تایم کامپلکسیتی مو بسنجم. و خب این روش هم حتی به صورت اتوماتد انجام بشه، یعنی شما لازم نباشه به صورت دستی این کارو انجام بدی و خب خیلی ما رو جلو میبره و خب خیلی میتونه به ما کمک بکنه. به نوعی ارائه دوم من به نوعی در راستای همون ارائه اول بود، یعنی من اومدم یه به نوعی ریپلیسمنتی ارائه دادم برای مدل ات بنده، نه یعنی دوستان ارائه داده بودم، بنده فقط خدمتتون ارائه کردم یک ریپلیسمنت برای مدل پیرم به اسم اکتور که شما هم میتونید پیادهش بکنید، هم آنالیزش بکنید، هم درستیشو به نوعی اثبات بکنید. و بنده هم دیگه تقریبا اینجا عرایزم تمام هست و دوستان اگه سوالی دارن بنده در خدمت شما هم هست. آقای خوشین، اکتور بیس مبتنی بر رندومنس هست، یعنی رندوملی همه چیز رو داره تریس میکنه و در میاره، بنابراین میتونه خیلی کند باشه از این نظر، مثلا همون سورتینگ نتورک ها میتونه خیلی کند رفتار بکنه تا اینکه همه حالات رو در بیاره. همه این فاکتوریال حالت هست در ورودی، شما در بازی رو وان پرینسیپل یه حالتش داره ازه بگیری و اثبات رو درسته، در اکتور این بار همین حالت رو داره چک میکنه و از این نظر خیلی کند خواهد درسته جواب میده، ولی خب تر زمان خیلی طولانه جواب میده. حالا مطرح خودش بحث مدل های کامپیوتیشن اکتور بیس حتیه، ولی خب به نظر من زیاد اونقدر در مقابل با سازی رو وان پرنسپل خیلی وجاهتی نداره. خیلی ممنون از ارائهتون، خیلی جالب بود، به تزتون خیلی مرتبط بود، ولی ما امیدواریم در تز در مباحث درس خود ما یه مقدار مرتبط تر رفتار بشه و مبتنی بر کتاب لایتون و کتاب پرهامی اطلاعات بچه ها موضوعات در بیارن که به درد درسمون بیشتر بخوره تا این درس واسه دیگه که مطرح فرمودید.